اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. این کریمه خلافت انسان در زمین نه به این معناست که انسان خلیفه فی الارض است، بلکه جعل خلیفه فی الارض است، که این فی الارض غیر جعل است نه غیر مجعول. قرار خدا در زمین است، نه اینکه اون خلیفه خلیفه فی الارض است فقط بر موجودات زمین و در محدوده زمین خلیفت الله باشد. فرقش با جریان داوود سلام الله علیه این است که در اونجا فرمود یا داوودو انا جعلناک خلیفتن فی الارض، که این فی الارض متعلق به خلیفه است، محل واسطه است برای خلیفه، که ظرف خلافت است، در جریان است داوود. انا جعلناک خلیفتن فی الارض، که این فی الارض ظرف خلافت است، اما در جریان انسان کامل که آدم سلام الله علیه یک نمونی از اون انسان کامل است، فبود انی جاعل فی الارض خلیفتن، چون خلیفه مطلق است، اون خلافت اختصاصی به ارض ندارد، او خلیفت الله است چه در ارض و چه در سما. منتها این جعل و این قرار دادن در زمین است، اینی جائر فی الارض خلیفه. و محور بحث همونطوری که ملاحظه فرمودید معرفت به علم است، چه در سوال و چه در جواب اجمالی و چه در جواب تفصیلی. لذا خدای سبحان به رسولش دستور ازدیاد علم داد در سوره مبارکه طه آیه 114 به پیغمبر فرمود قل رب زدنی علم، چیزهای دیگر را فرع مزید علم دانست. بسیاری از کمالات است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور به تحصیل اونها بود، اما همه اونها در پرتو معرفت است. هرچه علم و معرفت بیشتر باشد کمالات هم بیشتر است. لذا فرمود قل رب زدنی علم، این دعوتی به دعا بدون اجابت نخواهد بود. این به اون معناست که تو بگو من مختارم در اجابت. اگر اجابتش یقینی نباشد که راه دعا را به انسان نمی آموزنن. فرمود بگو رب زدنی علما، و این پیامبر را خدا اسوه ما قرار داد که ما هم از خدای سبحان مزید علم مسئلت کنیم، چون این علم کوثر است برخلاف مال که زیادیش تکاثر است، و ما را خدای سبحان به کوثر دعوت می کند و از تکاثر باز می دارد. این رب زدنی علما کوثر طلبی است در حقیقت. و قول رب زدنی علما. خلیفه مطلق نبود، چون خلیفه مطلق وقتی است که به صورت انسان در بیاید، و انسان کون جامع است، هم می تواند در زمین حضور داشته باشد و هم می تواند در عالم مثال و هم می تواند در عالم مجردات عقلی. بنابراین محور بحث معرفت و علم است، و اگر آدم خلیفت الله شد در حقیقت انسان خلیفت الله است، و انسان کامل اگر خلیفت الله است معیارش علم و معرفت است. اما خدای سبحان همین علم و معرفت را بعد از جریان آدم سلام الله علیه یعنی مع الواسطه به فرشتگان آموخت. در مسئله یادگیری فرشتگان چند نکته است. یکی این که اصلا فرشته ممکن است علم جدید فراهم بکند یا نه.
نکته دیگر آن است که فرشتگان از کجا فهمیدن آدم که این علوم و اسما را به اونها تعلیم کرد حق بود و صدق بود و مطابق با واقع تعلیم کرد. خدای سبحان وقتی چیزی را به کسی یاد می‌دهد عین واقع را یاد می‌دهد، ولی اگر انسان بخواهد چیزی را به دیگری بیاموزاند آیا عین واقع است یا احتمال خلاف هم راه دارد؟ فرشتگان اگر علوم را بلاواسطه از خدای سبحان دریافت می‌کردند عالم به اسما می‌شدند، اکنون که معل واسطه دریافت می‌کنند به وسیله انسان کامل یاد می‌گیرند از کجا فهمیدن که آدم اون چه حق بود به اینها افاده کرد و اشتباه نکرد؟ اما مطلب اول، فرشتگانی که در سطح تجرد نفسن اونها می توانند چیز یاد بگیرند، همونطوری که روح مجرد است و در اثر تعلق تدبیری به نفس جا برای ازدیاد علم در روح است، فرشتگان هم که مدبرات سماوات و ارضن، سماوات و ارض به منزله ابدان اینهاست و اینها به منزله ارواح سماوات و ارضن، این راه برای فرشتگان باز است که چیز یاد بگیرن. اگر فرشته‌ای فرض بشود که جنبه نفسی ندارد، یعنی مدبر چیزی نیست و نظیر ارواح انسانی نیست که چیز یاد بگیرد، باید درباره اونها اندیشید و بحث. گرچه فرشتگان گفتن ما منا الا له مقام معلوم، ولی در همون مقام معلوم درجاتی است، ممکن است یکی پس از دیگری اون درجات را تحصیل کنه. اما مطلب دیگر این که فرشتگان از کجا فهمیدن که آدم همه اسما را اون چه حق بود بینا آموخت در حد انبا، برای اون که در اون محدود جا برای شیطنت نیست، یعنی در محدوده علم الاسما جا برای شیطنت نیست. وقتی شیطان در اون محدود راه نداشت، قهرن وهم و خیال که ابزار شیطنتن راه ندارد. وقتی وهم و خیال راه نداشت جا برای اشتباه نیست. در محدوده معرفت اسمای حق، اونجا که فرشتگان زندگی میکنن و بالاتر از مرحله فرشتگان، جا برای اشتباه نیست، چون همه اشتباهات در اثر وهم و خیال است که ابزار شیطان است و شیطان در مرحله معرفت اسما و معرفت فرشتگان راه ندارد تا اینکه اونجا دخالت کند چیزی را که باطل است به جای حق بنشاند. در اون محدود اصلا باطل راه ندارد. شیطان جن است، ملک نیست، منتها تقریبا گفته شد، چون قرآن کریم از شیطان به عنوان جن یاد میکند که فرمود بکان من الجن و فسق عن ربه، منتها زیر پوشش ملائکه است، تقریبا بر اون ملک گفته می شود، چون که بحثش در مبحث سجده خواهد آمد. شیطان فرشته نبود. در محدود فرشته ها جا برای شیطنت نیست. وقتی جا برای شیطنت نبود، جا برای باطل نیست. وقتی در اونجا باطل راه نداشت، شک هم راه ندارد. این رو در بحث های علم انبیا ملاحظه فرمودید. شک در جاییست که باطل راه داشته باشد. اگر حقی باشد و باطلی، انسان که به یک مطلب برخورد کرد شک می کند که این مطلب جز حق است یا جز باطل. اگر در یک محدوده جز حق چیزی دیگر را بود، هرگز جا برای شک نیست. قبلا هم به این صورت مثال ذکر شد که اگر در یک کتابخانه جز قرآن کتاب دیگر نباشد، ما هر کتابی را از دور و نزدیک ببینیم یقین داریم که اون قرآن است. هرگز اشتباه نمی کنیم، نمی گویم این شاید قرآن باشد یا کتاب دیگر. ولی اگر در کتابخانه غیر از قرآن کتاب دیگر هم باشد، اونگاه ما یک کتابی را از دور ببینیم شک می کنیم که آیا قرآن است یا غیر قرآن. سرش آن است شک در جایی تصور دارد که دو شی داشته باشیم. اونگاه فرد سوم مشکوک است که آیا از قبیل اول است یا از قبیل دوم. اگر در یک محدودی جز یک قسم چیزی دیگر وجود نداشت، شک راه ندارد. لذا در حیطه وحی انبیا، در حیطه زیست فرشتگان جا برای شک نیست، چون باطل در اون محدوده نیست. وقتی باطل در اون محدوده نبود، هرچه هست حق است و اینا هرگز شک نمی کنن که آیا این شی حق است یا باطل. شک فرع بر وجود باطل است. اگر جایی هم حق بود و هم باطل،
انسان در باره مطلبی شک میکند که این مطلب حق است یا باطل. نظیر علوم دنیا، در دنیا هم علوم حق هست هم سخنان باطل. انسان وقتی به یک مطلبی برخورد کرد، اولین بار شک میکند که این مطلب جز حق است یا جز باطل. ولی اگر در یک نشعه اصلا باطل وجود نداشت، شک هم وجود ندارد. لذا بیان مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در اوائل نهج البلاغه آمده است این است که ما شکک تو فی الحق مز اریتهو، در اون لحظه که حق را به من اراده دادن اصلا من شک نکردم، چون در محدوده حق جا برای باطل نیست. تا من درباره یک مطلبی شک بکنم که این مطلب آیا از قبیل حق است یا از قبیل باطل، بنابراین فرشته هم یقین پیدا کردن. لذا عرض کردن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. و خدای سبحانم روی انباء آدم سحر گذاشت، فرمود به آدم دستور دادیم که تو منبع و گزارشگر باش و او هم گزارش کرد. خب اگر خلاف گزارش کند که خدا روی او سحر نمی گذارد. خدای سبحان فرمود که فلما انبعهم به اسمائهم، یعنی وقتی آدم جریان اسما را به فرشتگان گزارش داده است، اگر معاذ الله بطلان در اونجا راه می داشت که خدا سحر نمی گذاشت، نمی فرمود فلما انبعهم به اسمائهم. بنابراین جا برای اینکه فرشتگان از کجا فهمیدن آدم حقایق اسما را به اینها می آموزاند یا گزارش می دهد، این بحث باز نیست، یعنی زمینه شک مطرح نیست. چیزی که در این مسئله مهم است آن است که خدای سبحان گرچه به علم بها داد، اما نه تنها در موارد دیگر در کنار علم انسان را هشدار داد که از تهذیب نفس غفلت نکنند، بلکه در خصوص این جریان هم ما را هشدار داد که به علم تنها اکتفا نکنید و مغرور نباشید. گرچه در بسیاری از متن و حاشیه این جریان سخن از تعلیم و انباء، اما به فرشتگان فرمود من اون چرا که شما اظهار کردید می‌دانم، با اون چرا هم که در نهانتون داشتید به کتمان کردید میدانم، و اعلمو ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این و اعلمو ما تبدون و ما کنتم تکتمون یک هشداریست نسبت به همه علما. فرمود من نه تنها اون چرا که شما اظهار کردید میدانم، اون چرا که اظهار نکردید و در نهان داشتید اون رو هم میدانم. شما اظهار کردید، گفتید که اتج الوفی ها من یفسد الوفی ها و یسفک الدماء، این رو اگر هم نمی گفتید من می دانستم که شما چی می خواهید بگید. اظهار کردید گفتید و نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، این رو اظهار کردید، اگر هم اظهار نمی کردید باز من می دانستم. و چیزی هم که در نهان خانه ذاتتون بود و اون رو اظهار نکردید اون رو هم من می دانم. شما غالبا مایل بودید که مثلا بگویید نحنو احق بالخلافت من، این را هم من میدانم. یا خواستید بالاخره خلافت را از انسان سلب کنید، این را هم من میدانم. هر چرا که در درونتون کتمان کردید و نگفتید اون را هم من میدانم. این که فرمود من میدانم، نه این که میخواهد بگوید والله بكل شيء علیم، خدا علیم است. یک وقت درس توحید میدهد میگوید والله بكل شيء علیم، والله بكل شيء محیط و امثال داره. یه وقت درس معاد میده میگوید من میدانم و بالاخره یه روزی به حساب میکشم. این که فرمود و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، ما را از جزا و کیفر با خبر میکند، نه از علم خود خبر بده. او که بكل شيء علیم است، شما بگوییم که نگوییم. یک وقت خدای سبحان میگوید هر که در جهان است خدا عالم است، این را قبلا فرمود که من غیب سماوات و ارض را میدانم، یعنی اون که در بدنه سماوات و ارض است میدانم، اون که در درون سماوات و ارض است میدانم، اون که بیرون از سماوات و ارض است میدانم. این را قبلا فرمود که اینی اعلم غیب السماوات و الارض، این اینی اعلم و غیب السماوات و الارض ناظر به احاطه علمی خدای سبحان.
این ناظر به توحید و مبدأ. اما این که فرمود و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این هشدار به معاد و روز جزا. فرمود اون چرا که گفتید یا اون چرا که پنهان کردید من میدانم، یعنی رو یه روزی به حساب میارم. این چنین نیست که و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون تکرار همون اعلم و غیب السماوات و عرض باشه. اگر خدای سبحان فرمود من غیب سماوات و عرض را میدانم، بالاخره اون چه که فرشتگان ابداع و کتمان کردن یا جز سماوات و عرض است یا جز غیب سماوات و عرض، و خدا میداند. اما این که میفرماید و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، این میخواد هشدار بده، نه از علم خود خبر بده، میخواد هشدار بده که من میدانم. این هشدار دادم یعنی یک روزی به حساب میارم و یک روزی هم درون را بیرون میکشانم و آشکار میکنم. خیلی روشن نیست که برای همه خدای سبحان در قیامت حساب باز کند. ممکن است یه عده را در دنیا درون اونها را بیرون بیاورد. یه عده را فرمود لهم خزی فی الحیات دنیا و یوم الاشهاد یا یوم القیامه، هم در دنیا رسوا میکنند هم در آخرت. این چنین است که تمام خزی خدا مخصوص به آخرت باشد. خدای سبحان در آخرت آبروی پیغمبر و وابستگان پیغمبر و مسلمین را حفظ میکند. اون روز اینقدر مهم است. فمون یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. فمون ما در قیامت فقط آبروی یه در حفظ میکنیم. اون روز آبروی پیغمبر محفوظ است و آبروی مؤمنین. یه همچه روزی اونگاه به انسان اجازه میدهد که در نهان خود چیزی را کتمان بکند. از چی کتمان بکند؟ اونم نفرمود به این که و ما تکتمون و مود و ما کنتم تکتمون. بعضی ها بازدرنگی میخواهن یک چیزی را در نهان خانه دفن کنن که حتی بروی خودشون هم نیارن. خدای سبحان فرمود من نه تنها اون چرا که شما اظهار کردید میدانم، اون چرا هم که اظهار نکردید در نهان خانه تون مخفی بود من میدانم. نه تنها اون چرا که مخفی است و راز شماست و سر شماست من میدانم، بلکه اون چرا که شما در میانخانه دفن کردید و از راز هم سری تر است اون را هم من میدانم. فبود این سهم رو من میدانم. فبود این تجهر بالقول، شما اگر به طور علن و آشکار سخن بگویید، خب آشکار را البته خدا میداند، دیگران هم میشنوند خدا هم میداند. این تجهر بالقول، این جهر را که خدای سبحان میشنود و میداند، در این حرفی نیست. بالاتر از جهر که مرحله دوم است، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ که مرتبه دوم است، و اخفا اون که خفیتر از سر است او را می داند. گاهی انسان اوائل چیزی را در نهان خانه کتمان می کند، بعد چون روی او تمرین می کند امر بر خودش مشتبه است و نمی داند در درون او چه ماری نهفته است. یه روزی مار سر بر می آرد. اون شرک خفی در بسیاری از ماها نهان است، یه روزی سر بر می آرد. این که میبینید تو مباحثات، این که میبینید تو بحث‌ها احیانا سخن از منیت و انانیت است، همون شرک خفی که وقتی سر در میارد انسان نمیفهمد کی داره حرف میزند. فرمود من بالاخره اون چه که در نهان شماست عالمم. برای فرشتگان تقصیر نیست، اما همون قصور را فرمود من میدانم قصورتون چیست و اون قصور را جبران کرده است. چون ملائکه قصور داشتن نه تقصیر، گفتن که نهنون سب به و به هم دکه و نقد سولک، یعنی تقریبا ما اولا بالخلافتیم. تصدیح نکردن نظیر قوم تالوت که گفتن و نهنو احق و بالملک من ولم یعت ساعتن من المال، او رو تصدیح نکردن، شد از این رقیق تر بود. ولی در نهانشون قصورن این حرف بود که بالاخره اگر خلافتی هست به ما میرسد. چرا؟ نسبت به ابلیس هم هست، اما یه اصل کلی است. تطبیقش بر ابلیس به عنوان مصداق است، نه سخن از تفسیر باشد. تفسیر آن است که لفظ مفهوم شی، تطبیق آن است که یکی از مصادیق این معنای کلی ابلیس است. جریان ابلیس به این که در نهان خانش انانیت را داشت، این مصداق از مصادیق این و ما کنتم تکتمون. مأمور به کتمان نبودن، ولی قصوری که داشتن گفتن نحنو نسبه به همده که به نقدس بود.
دیگران تقصیر را کتمان میکنن، اینا قصور را کتمان کردن. این قصور کتمانی را خدای سبحان پرده برداشت. قصور که میسازد تقصیر با اسمت نمیسازد، تقصیر و اسیان با اسمت نمیسازد، اما قصور که با اسمت سازگار است. چون ما منا الا له مقام معلوم، هر فرشته نسبت به بالاتر از خود قصور دارد. همه هستند آیات قرآنی، اگر چون که به اونا خطاب میکند نظیر یا ایها الناس است، یا ایها الذین آمنوا است، امثال ذالک است. لذا همین معنا را در آیات دیگر بیان کرد، هشداری داد. وقتی به اونها هشدار میداد به دیگران یقینا هشدار خواهد داد. همین معنا را که درباره فرشتگان گفت درباره انسان ها هم فرمود، منتها یه قدری بازتر. اگر نسبت به فرشتگان بفرماید من اون چرا شما کتمان کردید میدانم، نسبت به انسان ها یقینا این رو خواهد فرمود. منتها درباره انسان ها گاهی میفرماید شما اون چرا که به عنوان راز و به عنوان علم دارید هر دو قسم ما میدانیم. این یک مطلب. نظیر آیه 77 سوره بقره که فرمود اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، مگر اینها نمیدانند که خدا سر اینها و علن اینها رو میداند. این هشدار مسئله معاد است، نه توجه مسئله توحید، نه اینکه اثبات اینکه خدا به کل شیء علیم است. اون یه لسان دیگری، اون یه آیات دیگری است. این آیاتی که در صراط تهذیب است، بدانید که سر و علنتون را خدا میداند، آیاتی است که لبش متوجه معاد است. گاهی از این نزدیکتر و دقیقتر بیان میکند. میفرماید که نه تنها من اون چرا که شما در نهان خانه دارید میدانم، بلکه او رو استخراج میکنم. یه وقت از کسی میگوید که من اون چه در دل خاک است میدانم، یه وقت میگوید نه، من نه تنها میدانم در دل این زمین چی هست، بلکه قدرت استخراج دارم، براتون استخراج میکنم. اون چه در درون این زمین هست من استخراج میکنم، بالاخره بیرون میارم. این رو در همین سوره بقره آیه 72 به اون بنی اسرائیل فرمود که وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، شما تدارع کردید، هر یک از خود دفع کردید، بالاخره این مسئله رو لوس کردید. اما والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا اون رو بیرون میاره. اون چرا که شما کتمان کردید، پیش خودتون به عنوان راز نگه داشتید، خدا او رو استخراج میکنه، بالاخره راز را فاش میکنه، مسئله را روشن میکنه. والله مخرج ما کنتم تکتمون. بعید نیست که هشدار است دیگه. یعنی اگر شما بخواهید از این قصور برهید و متعلم مع الواسطه خدا باشید، باید که در درونتون این چیزا رو کتمان نکنید، سلم محض باشید. اینا که سلم محض شدن، اون شایستگی را پیدا کردن که مع الواسطه از اسمای عالم و حقایق عالم به مقدار امکان باخبر بشه. خدای سبحان در سوره ای که بنا مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، چند جا فرمود به این که ما بالاخره اون بیماری های درون را، اون اسرار نهفته را علن خواهیم کرد، استخراج خواهیم کرد. آیه 37 همین سوره این است که این یسأل کموها فیحفکم تبخلو و یخرج ازغانکم. خدا اگر یه سلسله مسائل مالی را با شما در میون بگذارد که مالی را در راه خدا انفاق کنید و اصرار کند، شما بخل می‌ورزید. و با همین آزمایش به فرمان اون ذقن و کینه و عداوتتون را استخراج می‌کند. در روز امتحان بالاخره هر کی هر چه در درون دارد ظاهر می‌شود. فرمود خدای سبحان در روز امتحان و مانند آن، اون چه که شما در درونتون به عنوان ذقن و کینه و حسد و مانند آن ذخیره کردید، خدا استخراج میکنه. باز در همین سوره آیه 29 این است، این اصل کلی است. فبود ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذهانهم. اینجا یه اصل کلی است، نه اختصاصی به گروه معین دارد نظیر سوره بقره، نه فقط سخن از بخل مالی است که یک مرض خاصه، بلکه فرمود اونها که در دلشون مرض هست،
خیال کردن که ما این مرض رو استخراج نمی کنیم، یک روزی بالاخره در نمیاریم این بیماری رو. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذقانهم. ما این زیغ نکینی اینها رو یه روز استخراج نمی کنیم. اون روز روز افتضاح فضیحت است، روز خزی است. حالا یا در قیامت می شود تبل از سرائر، یا نه در قیامت نه، بلکه در دنیا برای بعضی ها هست، این همون خزی دنیایی. و اگر کسی در نهان خود علم محض را جانداد و در کنار علم خود را دید، بالاخره یه روزی گرفتار این و الله مخرج ما کنتم تکتمون خواهد شد. و راه انسان کامل شدن را هم این آیه به با آموخ فهمود، به این که ما انسان را از اسما باخبر کردیم و او را بر ملائکه مقدم داشتیم، اما راهش تنها علم محض نیست. در انسان کامل اصولا زغنی نیست، او سلم محض است. در باره انسان کامل یه همچه تعبیر نشده است که اون که در نهان دارید ما بالاخره یه روزی استخراج میکنیم. در باره علی و اولاد علی همچی چیزی نیست، در باره رسول خدای همچیزی نیست، در باره انسانهای کامل همچیزی نیست. اگر کنون که کسی خلیفت الله می شود، راهش علمی منزه از این آمیختگی و آلودگی. علمیست که انسان فقط معلم را ببیند نه متعلم را، نگوید من خودم زحمت کشیدم و درس خوندم. شما میبینید که در حوزه ها چه در غیر حوزه ها عده زیادی میان و موفق نمیشوند. صدها شرایط دارد تا یک کسی به جایی برسد. همه این فیضها و شرایط را اون مسبب الاسباب تهیه میکند. برابر این کسی مجاز نیست که بگوید من خودم درس خوندم چیزی شدم. و تنها مانع ما همین است که با خودمون میبینیم. و در مباحثات اگر مواظب خود نباشیم، خدا اینا کرده اون شرک رقیق سر بر می آورد. و اگر مواظب بودیم لطف الهی شامل انسان می شود، انسان خیلی بیش از این پیشرفت میکند. نه اینکه خدای سبحانه گاهی علم بدهد گاهی علم ندهد، او همواره دارد علم نازل میکند. اگر تفاوتی هست از این طرف است که از این طرف گاهی انسان در و باز میکند گاهی در و میبندد، وگرنه او دائما دارد فیض اعطا میکند، با دو دست هم دارد فیض اعطا میکند. او باسط الیدین ولطیه است. او مثل بخشنده های دیگر نیست که با منت چیز بدهد. او اگر چیز میدهد با دو دست باز میدهد. این کنایه از آن است که دستش در بخشش باز است، در هنگام بخشش هم کریمانه میبخشد. با یک دست به انسان نمیدهد، با دست بسته نمیدهد، با دو دست باز میدهد. یعنی کاملا تکریم میکند. و کلتا یدیه یمین، همیشه دو دست خدا باز است. او که دائم الفیض علی البریه است، این طور نیست که فیضش در ماه رمضان باشد یا روزهای جمعه باشد، در غیر ماه رمضان نباشد. که گیرندگان در ماه رمضان یا در لیالی قدر بهتر میگیرند، وگرنه بخشنده دائم الفیض علی البریه است. و تنها حجابی که نمیگذارد انسان این علوم را بگیرد همون شرکت دقیق و رقیق است که خدای سبحانه ما هشدار داد، فمود یعلم السر و اخفا. اون چه که اخفای از سر است او رو خدا می داند و انسان نمی داند. و خدای سبحان در مواقع امتحان اون نهان خانه را هم علن می کند. و اگر قبل از آدم سلام الله علیه انسان هایی هم بودن، چون که روایت هم می گوید بودن ولی نسلشون منقرض شد و این نسل فعلی بست آدم و حوا علیهم السلام نسد، اون انسان کامل هم اگر بودن مشمول همین اصل کلی خلیفت الله هم. الحمدلله رب العالمین.